برگشتیم خوبان، در ساعت دوم برنامه قرار داریم و در این بخش برنامه مهمان خیلی خوب با ما در برنامه هستن، آقای نعمت الله محمدی، دانش آموخته دانشکده حقوق علوم سیاسی. بخشین چیزی که پرودوسر ما گفت باید من نگفتم. جناب محمدی صاحب خیلی خوش آمدید، سلام، صبح شما بخیر باشه. سلام عرض ادب خدمت شما و بیننده های تلویزیون آینه، امیدوار هستم که یک صبح خوب و خوش و پر از دستاوردی را آغاز کرده باشید. چی گونه صبح آغاز کردین جناب استاد؟ صبح با یک نماز و همچنان یک ساعت یا دو ساعت مطالعه و بعد از او یک دو گلاس چای نان و بعد از او تصمیم با آمدن به برنامه. همطور است که ماشاءالله چهره بسیار بشاش و خوشایند دارید. خوب است استاد روی موضوع بس کنیم، بعد در نخست میخوایم از شما تعریف داشته باشیم که الگوبرداری یعنی چی؟ الگوبرداری بسیار یک موضوع خوبی است که میخوایم روش صحبت بکنیم و به این معنا است که یعنی برای ما برای خود یک نشانه و یا یک هدفی تعیین بکنیم، یک الگوی تعیین بکنیم که ما مطابقی از او چی بکنیم، رفتار خود درست بکنیم و مطابق از او یعنی رفتار خود منسجم و آماده بسازیم. که البته الگوبرداری فرق میکنه برای هر شخص، مثلا یکی از در بخش شخصیتی الگوبرداری از یک فرد مشخص را یا مثلا یک فرد را میکنه، یا مثلا یکی در بخش ورزش، یکی در بخش مثلا رزمی یا هنرهای رزمی، همین رقم یکی در بخش مثال میدیم جنگ یا مثلا توانایی های رزمی که در دفاع از وطن مثلا چی میشه. یعنی هر فرد نظر به امو علایق و مثلا یعنی علاقه‌ای که داره الگوی خود چی میکنه مشخص میکنه. خب استاد، در جامعه کنونیک فعلا ما شما زندگی میکنیم، یک جوان چیگونه میتونه که یک الگوی خوب به خود انتخاب کنه نظر به شرایط فعلی که افغانستان داره؟ خب این یک موضوعی است که اول یک فرد میخواه الگوی خود، یعنی فرد مورد علاقه خود که در بین همه و از لحاظ مثلا الهی یعنی روحی و معنوی و مادی قابل به اصطلاح یعنی قابل به اصطلاح تأیید هم روحی و هم معنوی یا مثلا معنوی و مادی باشه، ایره به خود چی میکنه؟ حالا بسی از جناب استاد، وقتی ما یک شخص پولدار را به خود الگو تعیین میکنیم، یک جوانی که بسیار فقیر است، آیا توانایی اونا تا اینا خیلی فرق میکنه؟ پس چی گونه میتونیم رو الگوی خود بعد شرایط آماده بسازه، هر چیز به اندازه و به مو شرایطی که مثلا میتونه توانایی ازیرا داره الگوی خود مشخص بکنه. اگر وقتی که الگو مشخص باشه فرق نمیکنه که مثلا یک فرد به چی اندازه به او میرسه یا نمیرسه، امی که الگوی خود مشخص کرد و مطابق دستورات و مثلا گفته های از او عمل کرد تا حد توان، البته نظر به شرایطش، اونمو تا اگر 50% هم میرسه یا 40% هم به مو الگوی خود نزدیکی میکنه، او خودش یکی از دستاوردهای از اوست که موفقیت به بار میاد. نظر به شرایطش، اگر شرایط خوبتر بود بیشتر تلاش بکنه، اگر مثلا شرایطش مثلا مساعد نبود تا حد توانش هم که به مو الگوی خود نزدیکی بکنه او خودش موفقیت است. خب از نگاه شخصیتی، از نگاه کاراکتر و هم از نگاه موقف، ما چیگونه میتونیم یک الگوی خوب در جامعه وقت انتخاب کنیم؟ از لحاظ شخصیتی بهترین الگوی ما پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، به خاطر از اینکه او از لحاظ معنوی و مادی برای ما و شما پسندیده و ارزشمند است. که اخلاق از او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگه که اخلاق قرآن است و همچنان قرآنی عظیم شان هم در تایید از او میگه که انک لعلی خلق عظیم، یعنی ای خودش یکی از ارزش دادن برای شخصیت یک فرد است که قرآن که کتابی الله است و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها او را چی میکنه؟ تایید میکنه و گواهی بر شخصیت او. حتی دشمنای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که ابو جهل است در راستگویی در امین بودن در همش تصدیقش میکنن. پس ما باید این را درک بکنیم که در جامعه ما و شما شخصیتی که بهتر است که هم ما را در این دنیا پیروزمند بسازه و همچنان در او دنیا که بهتر از شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیدا نمیشه. چرا؟ هم در عرصه اخلاقی، در عرصه مثلا نظامی، در عرصه این گفتاری، مثلا چگونه آداب و به اصطلاح این روشی گفتاریش، در همه عرصه های تکمیل است. که حتی مثال میتونیم که یک موضوع جدا از این را بگوییم که وقتی که در بخش جنگ میرفت، در بخش نظامی میرفت،
امر میکرد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که شما چی نکنین، شما کودکا را نکشین، درختار را مثلا چی نکنین، کشت زراعت از بین نبرین، کهنسالا را از بین نبرین. حتی وقتی که کعبه را میخواست به اصطلاح تصرف بکنه، گفت که کسایی که در خانهشان دروازهشان را بسته میکنه، کسایی که در خانه ابو سفیان و کسایی که در داخل حرم یعنی امو به اصطلاح یعنی خانه کعبه میروان و چی هستن؟ امن است. گفت غیر کسایی که در مقابل شما با جنگ میخیزن در مقابل از با جنگ نکنید. اما متاسفانه میبینیم که جنگ کنونی این گپا را مراد نمیکنه، در صورتی که با چهره و ظاهر اسلامی میاین جنگ میکنن، ولی یعنی به اصطلاح الگوی خود الگوی نظامی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نگرفت، بلکه یا الگویشان فقط اونمو جنگ چی هستن؟ جنگ عقیدتی نیست. اگر عقیدتی می بود به این باور بودم که اکثریت مردم افغانستان حال حاضر در صفی از وایساد بود، ولی خودش یک جنگ تجارتی است که بعد الگوش مشخص. جناب استاد، چیگونه یک شخص کردار یا اعمال، قسم خودتون گفتین پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصیت بسازد الگو به تمام جامعه اسلامی است، گذشته از این بس چیگونه یک فرد در خود توانی های خوب داشته باشه، چیگونه یک فرد در خود الگوهای خوب داشته باشه که ما بتونیم یا هم مشخصات خوب یا هم شخصیت خوب داشته باشه، بالاخره یک فرد بسیار زود موفق باشه، ما چیگونه انتخاب کنیم که الگویمون رقم یک آدم باشیم؟ یک فرد میتونه تنها یک الگو در زندگی خود نمیتونه انتخاب بکنه. چرا؟ بعضی افرادی هست که در یک بخشی خاصی او چی هست موفق است، مثلا در بخش اختراع اکتشاف یا در بخش شخصیت سازی یا روانشناسی یا مثلا گفتاری، مثلا بعضی کسایی که سخنران هستن از یک سخنران خاصی در بخش سخنرانیشان چی میکنن؟ الگو برداری میکنن یا تقلید میکنن. بعد از او در بخش شخصیتیش از کسی دیگه باز الگو برداری میکنن، یا در بخش مثال میدیم رفتاری یا مثلا یعنی کارهای نظامیشان از شخص دیگه الگو برداری میکنن. یعنی یک فرد میتونه همزمان چند تا الگو داشته باشه به معنی بخش های مختلفی. پس این فرد در مطابق همون باید چی بکنه؟ یعنی الگو برداری که میکنه باید شخصی مورد علاقش یا مورد الگویی که قرار داده او باید موفق باشه و در تمام کاراش، و این یکی از عواملی است که فرد میتونه به الگوی خود برسه. این است که مثلا مثبت اندیش باشه و تلاش بکنه و مثلا امو کارهایی را که او کرده در نهایت تلاش با تمام توانای خود برای رسیدن یزو تلاش بکنه، و همچنان در اگر کسی که الگوی شخصیتی قرار میده شخصی را باید او را عمل کرده یزو را در وجود خود روزانه چی بکنه؟ تطبیق بکنه. که خودش بیانگری عزیز که اینمی شخصیت یزی پسندیده است در جامعه و ایم الگوی یزو قرار گرفته و ای تعقیب میکنه. خب بحث جدی عزیز استادی است که جوانان ما امروزه البته کسایی را الگوی خود قرار میتن که اونا نه از بس شخصیتی شخصیت خوب دارن، نه هم از بخش از اینکه یک الگوی خوب و جامعه باشن. ببینین من یک مثال بر شما میتونم، این که من نیست یک جوان، من میرم یک هنرمندی که از مرز افغانستان دورتر است به خود الگو تعیین میکنم، مثال امو عادتای کو داره به خود میگیرم و یا هم امو لباس پوشیدن و اینی موارد چه در خود میگیرم. ما بهترین الگو داشتیم دار البته از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، چرا ما نمیتونیم پیرو همو الگو باشیم که میریم الگوهای مختلف دیگه رو به خود انتخاب میکنیم؟ خب پس ای برمیگرده به شخصیت هر فرد که یعنی چگونه شخصیت خود میخواد انتخاب بکنه یا الگوی خود میتونه انتخاب بکنه. مثلا گفته خودت یک فردی است که یک الگویی است که در جامعه اسلامی او مورد پذیرش نیست، بعد فردی که در یک جامعه اسلامی زندگی میکنه مطابق به امو اصول اسلامی الگوی خود انتخاب بکنه، چی از لحاظ پوششی است، چی از لحاظ گفتاری است، چی از لحاظ مثلا ظاهری است یا باطنی هر چی که است. پس کسایی که این الگو را چی میکنن ای بیانگر شخصیت خودشان است، بعد یا عوامل مختلفی بالای از او اثرگذار بوده که اینمی رقم یک ذهنیت به وجود آمده تا اونمو را مورد پسندش شده. ای از طفلی بالای شخصیت فرد رفتار کرکتر حتی فامیل تمامش چی میکنه؟ تاثیرگذار است. پس اونمو عوامل باعث یزی شده که ذهنیت یزی تغییر بکنه و اونمو شخصیت در صورتی که جامعه اسلامی او را نمیپذیره او را به خود الگو قرار بده. این در صورت تغییر میکنه که مثلا چی از طرف فامیل یا چی از طرف جامعه یا چی از طرف محیط هایی که مثلا او را درس خوانده میشه این تغییری به اصطلاح ذهنیت داده شوه و بگویه که اینمی رفتار خودت یا اینمی طرز لباس پوشیدن خودت مطابق جامعه اسلامی نیست، مطابق شخصیت مثلا فرد اسلامی نیست که مردم یا مثلا جامعه اسلامی او را بپذیره.
این را باید تغییر داده شود. مثل که بعضی خودت بیان کردی که از آوازخان یا از فردی دیگه تقلید میکنه که اصلا به چی؟ به فرهنگ اسلامی نمیمان. تغییر داده شود خوب است. بعد مثلا هر الگوی را که تغییر میتیم و تغییری که در وجود خود میایم شرایط و جامعه را سنجیده الگو برداریم. خوب است جناب استاد. یک موضوع دیگر میخوام شما بشنویم که جوانان بعض اوقات الگو برداری خوب میکنند از یک شخصیت. فرض مثال شخصیتشان خوب است، طرز گفتارشان، طرز لباس پوشیدنشان در شما خوب صحبت میکنند، ولی که در بحث خانواده میرسن سرچپه میشه این موضوع. با خانواده رفتار خوب اصلا نمیداشته باشد، در بیرون با مردم میداشته باشد، ولی وقت اعضای خانواده میشه با فامیل میباشد هیچ رویه خوب یا رفتار خوب نمیکنه. آیا یام ربط به الگو برداری میکنه که وقت آدم از یک کس الگو برداری میکنه نمیتونه در مقابل خانواده خود خوب باشه ولی در جامعه میتونه خوب باشه؟ اونمو بخش الگو برداریش چی هست؟ مشکل داره. مشکل چرا؟ به خاطری از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که من بهترین شما در نزد خداوند هستم. چرا؟ به خاطری از اینکه من بهترین رویه را با فامیلم میکنم. بله. پس اگر این الگو برداری داشته باشه از پیامبر خود، یادمو بخشش موفق بوده باشه، یعنی او را درست انجام میداد، این کار هیچ وقتی نمیکرد. چرا؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی با حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، بی بی خدیجه، با خانمایش تماما مثلا کارهای خانه را مشترکاً انجام میدادن و بسیار با نرمی با تمام متانت و حوصله‌مندی صحبت میکردن و حرف میزدن. ای باید الگو برداریش درست میشد تا اینکه ای هم از امو روش ها استفاده میکرد در خانواده، که خانواده مثلا در امو محیط خانواده الگویش هم خوبتر میبود و عمل کردش هم خوبتر میبود. پس ما میتونیم بگویم که در اینمی بخشی ای الگو برداری درست از فردی خوبتر نکرده. خب یا ببخشین یا موضوع دیگه برمیخره به بخش روانی یا بخش مثلا عوامل اجتماعی دیگه که میتونه که فرد زیادتر عصبانی بوده باشه، مثلا کنترل عصبانیتش مشکل بوده باشه، چون همی به اصطلاح ویژگی های فردی فرق میکنه یا درونی، مثلا عواملی میتونیم که عوامل عصبی بگیم یا عوامل روانی بگیم، بالای هر فرد متفاوت است. مثلا نظر به درجه است که یکی از عصبانیتش کم است یا بیشتر است یا مثلا همه رقم درجهش متفاوت است. این میتونیم که عواملی که بالای از این تاثیرگذار بوده، چی در جامعه چی در بیرون، یا مثلا عوامل روحی نتونسته که خود کنترل بکنه، اگر واقعا مشکلات روحی داشته باشه باید به دکتر مراجعه بکنه و معالجه شه. و اگر آدم سالم مثلا درست است که مثلا این رقم پرخاشگری میکنه در خانواده، باید الگویش درست بکنه تا اینکه یک محیطی امن و باز و خوشایند در خانواده ایجاد بکنه. روش ابتدایی یا هم روش مشخص ابتدایی الگو برداری از کجا شروع میشه جناب استاد؟ وقتی یک جوان بخواد که یک کس الگوی خود قرار بده، اولین روشی که باید استفاده کنه چی است؟ اولین روش این است که باید این فرد نظر به توانایی هایش، نظر به معلاقه ایش که الگوی خود تعیین کرد یا مشخص کرد، ابتدا عملش بیشتر بسازه. یعنی اول شرایطش را پر بکنه که مثلا به همین الگوی ما مثلا در بخش اختراعات یا در بخش مثلا اکتشافات یک چیزی که ضرورت است میخواد که مثلا مثل انیشتر یک الگویش است، یا مثل یک ریاضیدان است مثلا میخواد که یک ریاضیدان شوه. این حال چی است؟ باید اول شرایطش را برآورده بسازه تا حدی توان که شرایطش آماده ساخت، وقتی که مثلا چیزایی که لازم بود آماده ساخت، بعد از او اقدام به چیش بکنه؟ عملش بکنه. و بعد از اقدام به عملش ببینه که امی وسایلی که جمع آوری کرده یا امی شرایطی که پوره کرده با عمل کردی از این منجر به نتیجه شده یا نشده. اگر شده خوب، اگر نشده میتونه که طریقه دیگری را به اصطلاح برعکس شد یا مثلا از یک روش دیگری استفاده بکنه. بهترین روش در ابتدا جمع‌آوری یا به اصطلاح ایجاد شرایط است. وقتی که شرایط پوره کرد، باز دست به عمل بزنه تا منجر به نتیجه شه. بس اینجاست که وقتی یک کس الگوی خوب برای جوانای باشه یا هم بر جامعه خود می باشه، ببینین جناب استاد که باز اونمونا بدترین عملا را ازش انجام میده. آیا کسایی که از اونا الگو برداری میکنن همچون رفتار در مقابل فامیل یا جامعه خود باید انجام بده؟ ما یک موضوع را یادآور میشم که مرتبط به این بحث هم است. بله. گفتم یک فرد اسلامی که واقعا الگوی خود قرآن و مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باشه، یعنی الگو برداری کرده باشه و مطابق از این عمل کنه، هیچ وقتی هیچ مشکلی در چی اخلاق، چی گفتار، چی رفتار نمی داشته باشه. چرا؟ به خاطر از اینکه
همین رقمی که آیت آمده قرآن عظیم شان گفته که مثال میتیم ما دین شما را تکمیل کردیم الیوم لکم دینکم، یعنی ما دین شما را تکمیل کردیم به این معنا که هیچ کمی و کاستی در دین شما از هر لحاظ، چه اقتصادی است، چه سیاسی است، چه مثلا اخلاقی است، هر چی که است، هیچ کمی و کاستی وجود نداره. بعد از او پیامبر صلی الله علیه و سلم هم خودش در تمام عرصه‌ها، یعنی سنت پیامبر اگر ما مطالعه کنیم، سیرت پیامبر را مطالعه کنیم، چی گفتارش، چی رفتارش، چی عمل کردش، چی عمل متقابلش که در مقابل یعنی گذشتش، بردباریش تماما برای ما بیان است، بیان کردگی است و خودش در عمل هم ثابت کرده. کسی که الگوی اینمی الگو را انتخاب بکنه، هیچ وقتی در جامعه اسلامی اگر مطابق از این عمل کنه، دچار مشکلات و دچار مثلا حرفایی که خودتان گفتین، دچار از او هیچ وقتی نمیشه. خیلی سپاس. خیلی سپاس جناب استاد. سلام، تشکر از تشریف آوردید. بفرمایید پیام مقدارید که امروز در خدمتتان. پیام ما در آخری است که برای جوانا، برای کسایی که مثلا میخوان در آینده یک شخصیت خوبی داشته باشن، ما پیامی است که الگوی خوبی را و الگوی مکملو که از همه لحاظ تکمیل باشن انتخاب بکنین تا بتوانین که شخصیتتان و رفتارتان و موفقیتتان تضمین بکنین. بسیار تشکر. سلامت باشین. تشکر. خب دوستان میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردین با مهمان بعدی بود. برنامه باشین.